مهربانان هستیم. روز سه‌شنبه اول، یعنی اولین برنامه ما در سال 2016 هست که جناب کاکاوند عزیز رو از طریق کامپیوتر بر روی از طریق اسکایپ بر روی خط داریم و مثل برنامه سال 2015 میتونیم که در کنار ایشون بر روی خط با شما مهربانان باشیم. شماره تلفن های 23 98 10 و 98 38 43 دو شماره تلفنی هستن که شما مهربانان میتونیم با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط باشید. آقای کاکاوند وکیل پایک دادگستری ایران هستن، در ایران هستن و در مورد قوانین ایران میخوایم با هم دیگه با ایشون به مشورت بشینیم. من قبل از هر چیزی درودی بفرستم خدمت ایشون. آقای کاکاوند عزیز، درود فراوان بر شما و به روی خط بسیار بسیار قربان، خوش آمدید. من هم درود فراوان دارم و امیدوارم که سال نوی میلادی به همه شما عزیزان خوش گذشته باشه تا اینجاش. یک دنیا سپاسگزارم، آرزو میکنم که سال بسیار خوبی برای شما مهربانمونم باشه. آقای کاکاوند، مدت تقریبا 10 روزی رو در سوئد بودین. سوئد رو برای بار دوم شما سوئد اومده بودین، درسته؟ سومین بار بود. چطور بود قربان؟ خوب بود؟ سرما و اینا اذیتتون نکرد؟ نه، عالی بود. ما زمانی که اومدیم 10 درجه 12 درجه بالای صفر، همین که رفتیم سرما رو هم با خودمون آوردیم، گرما ایران رو پس گرفتیم واقعا. چون پس فردا قراره در استکهلم حد میانگین 20 درجه زیر صفر باشه. میانگین وای. در شمال سوئد چند روز پیش که نزدیک به 42 درجه زیر صفر بود، یکی از خبرنگارا یه کار خیلی قشنگی کرده بود. میدونین که وقتی که هوا یعنی به زیر صفر میرسه، بیشتر از 30 درجه زیر صفر میشه، اگر یه لیوان چایی یا یه لیوان آب گرم دستتون باشه و بریزینش روی هوا، پرتش بکنین روی هوا، به صورت دونه‌های برف میاد پای. و این خبرنگار هم این کارو انجام داد و کار بسیار جالبی بود و دقیقاً لیوان آب در جا تبدیل به یخ میشد، یخ خورده و میریخت روی زمین دیگه. اصلا خوش خدا رو شکر شما اینجا نیستین دیگه. خب اگر اجازه بدید، من فقط از دوستان عزیز یک تقاضایی دارم که توجه داشته باشید. شماره تلفن های 23 98 10 98 38 43 از این لحظه در خدمت شما عزیزانی خواهد بود که با آقای کاکاوند میخوان بر روی خط صحبت بکنید و مشاوره ای داشته باشید. ازتون تقاضا میکنم در مورد مسائل دیگه بعدن، یعنی فردا، بتونیم با هم دیگه بر روی خط باشیم. خب من دیدم دوستی پشت خط منتظر بودن که گوشی رو قطع کردن بعد از این حرفی که من زدم. آقای کاکاوند، سال 2016 رو حالا چجوری با هم شروع کنیم؟ به غیر از حالا سوال جوابایی که با عزیزان هست و خب قاعدتا در سوئد که بودید تعداد بسیار زیادی از عزیزان شما رو ملاقات کردن، باهاتون گپی زدن، صحبتی کردن، فکر میکنید که چه چیزی هستش که وجه مشترک ما بین ایرانی‌های خارج از کشور هستن و مثلا در سوئد زندگی میکنن؟ آیا مشکلاتی هستش که چیزی حالت عمومی داشته باشه بتونیم در موردش صحبت کنیم تا حالا عزیزان بخوان روی خط بیان؟ مسئله عمومی که وجود داره در مورد اشخاص عزیزانی که خیلی زمانهای زیادی از کشور دور هستن، تقریبا اون مسائل ابتدایی من دلم میخواست که برنامه رو اینطوری هدایت بکنیم که حداقل یا ابتدای برنامه یا انتهای هر برنامه اندازه 10 دقیقه رو اختصاص میدادیم به ارائه اطلاعات عمومی. الان مثلا من از نزدیک بسیاری از دوستانی رو میدیدم که سوالهایی رو میکردن، مشخص بود خب سوال ها از قوانین و از اجتماع چون دور هستن دیگه یه سری مسائل فراموششون شده. مثلا فرض کن پدری فوت شده، حالا اموال یکی از برادرها تصرف کرده، به صرف این که ما ایران نیستیم ظاهرا نمیتونیم بفروشیم، در حالی که اصلا مطالب همش اشتباه هست. اصلا شما هر جای دنیا که باشید میتونید حتما، اگه خودتون میتونید به ایران مراجعه بکنید، حضورا میتونید تشریف بیارید، نه که میتونید توسط یه وکیل دادگستری این اقدامات رو انجام بدید. در مورد مسائل انحصار وراثت سوال‌های زیادی میشد، بالاخص در زمینه گرفتن اسناد مدارک هویتی مثل شناسنامه، مثل خدمت در شود کارت ملی. خیلی مسائل هستش که من حالا فرصت نمیشه، البته خب باز خدا رو شکر قبل از اینکه حالا چون جلسه اول است تا عزیزان دوباره عادت بکنند و بخوان بیان روی خط و سوالاتشون رو بیان، الان ممکن هستش که مثلا این 10 دقیقه رو الان صحبت بکنیم که یه مقداری توضیحاتی شما بدید؟ من بسیار خوشحال میشم اگر لطف کنید. خواهش میکنم. ببینید، یکی از مسائلی رو که امروز مایلم در موردش سوال کنم که مبتلا بهترین مسئله است، یعنی خیلی گریبانگیر اکثریت قریب به اتفاق افراد در جامعه هست، مسئله خرید و فروش در مورد املاک غیر منقول هست، مثل خونه، مغازه، زمین و امثال مثل اینها.
بحثی که بسیار بغرنجه در حال حاضر اینه که میگن خب ما از کجا میتونیم، یعنی منبع اطلاعاتمون بیسش از کجا میتونه باشه که ما مطمئن بشیم ملکی رو که میخریم طرف قبلا به کسی نفروخته باشه. اصلا چه راهکارهای تحقیقاتی وجود داره، چه استانداردهایی وجود داره که ما دوچار رکب نشیم، فریب نشیم؟ ببینید، ما میتونیم بگیم که عمده ترین مسائلی رو که باید برای استانداردهای حقوقی رعایت بشه در وهله اول این اداراتیه که من یکی یکی میشمرم. اولین کاری که میکنید هر زمانی که میخواد یک ملکی رو خریداری بکنید، حالا یا خودتون میتونید بیاد یا وکیلتون، اول اداره ثبته. چون اداره ثبت مخصوصا ماده 23 قانون ثبت صراحت داره دیگه، میگه دولت کسی رو مالک میشناسه که ملک رسما به نام اون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشه. بنابراین هر فعل و انفعالی از جهت نقل و انتقال یا وکالت یا رهنی چیزی داشته باشه روی اون ملک، بنابراین اونجا مشاهده میشه و این اولین و بیسترین راهه. ولی نه اینکه همه چیز این باشه، هرچند خیلی ها حتی این رو هم انجام نمیدن و مثلا میگن آخه سند دستش بود، آخه سند خب ممکنه جعل شده باشه. شما چجوری به یه دفترچه یه مالکیت که طرف تو دستش اعتماد میکنید؟ باید به اداره ثبت مراجعه بکنید. ولی بعضی ها یه مقدار هوشیارتر هستن، من میخوام اونها رو بیشتر راهنمایی بکنم. به ثبت بسنده نکنید. مسئله بعدی مخصوصا در مورد املاکی که نوساز هست، مراجعه به شهرداری برای پایان کاره. املاک اداری پایان کارش توی سند رسمی ملک نوشته نمیشه، اینها توی شهرداری هستش. پایان کار قید میشه، میگه این کاربریش مسکونیه، تجاریه یا اداری، یا اصلا پایان کار داره یا جریمه شده، خلاف داره. شما چون قانون ما به این شکلی که دولت مالک رو مسئول میدونه، ولو اینکه مالک انتقال داده بشه به نفر بعدی، تمام بدهی های نفر قبلی هم به شما تسری پیدا میکنه. پس بنابراین حتما باید به شهرداری، تأکید میکنم حتما باید به شهرداری هم مراجعه بکنید در زمینه چند و چون کار و نسبت به میزان بدهی های مالک قبلی استلام بشه. این دوتا. مسئله سومش که میشه تحقیقات رو گسترده ترش کرد، در مورد زمین مخصوصا در جاهایی که اطراف و حومه شهر هست، بعضا این اتفاقات زیاد میفته که سازمان زمین شهری اون رو اگر زمین بایر بدونه، زمین بایر یعنی سابقه احیا و عمران و آبادانی نداره، بنابراین اون رو به تملک در میاره. ممکنه اون قبلنها یک سندی داشته باشه ولی سندش به نام دولت ضبط میشه، یا اگر جاهایی باشه که کشت و زرع زیاد حالت جنگلی داره، سازمان جنگلها و مراتع ملی یکی دیگه از ارگانهاییه که حتما دوستان باید یه تحقیقی در این زمینه داشته باشن. و در نهایت هم اتحادیه املاک، چون خوشبختانه الان یه دو سه سالی هستش که به هر حال میخوان معامله ای رو چیزی رو انجام بدن، توی بنگاه‌های معاملات ملکی یه کد رهگیری میگیرن که این کد رهگیری توسط کامپیوتر به سیستم اصلی اتحادیه اصناف مرتبط هست، لینکه، مثل یک شبکه. اگر روی اون پلاک ثبتی که یه آدرسی داره و یه کد پستی داره قبلا در هر بنگاه دیگه معامله شده باشه و کد رهگیری دریافت کرده باشه، سیستم دوباره کد رهگیری نمیده. بنابراین شما همونجا متوجه میشین که این ملک قبلا به کسی دیگه واگذار شده. اما باز همه مسئله نیست، این به هر حال یه بیس های اولیه است. این اینمونه که مثلا یه سری آموزش هایی رو در زمینه سیستم ایمنی بدن توسط یه پزشک شما میشنوید، ولی دلیل بر این نمیشه که تمام اطلاعات دقیقاً، پزشکی رو دقیقاً. ولی حداقل اینها اون تیترهای کلی هستش که من توی اون مدتی که اونجا بودم خیلی در مورد این قضیه، حالا چه به صورت ایمیل، واتساپ، چه مراجعه حضوری، خیلی دوستان در این زمینه سوال داشتن که من حالا امیدوارم تا حدودی تونسته باشم مطلب برسونم. ولی خب مسئله کیس باید مطرح بشه که روی کیس بتونیم مشاوره بدیم، خیلی بهتر برای بقیه هم قابلیت روشن. مرسی. 983843 بفهمید. خواهش می‌کنم با آقای کاکاوند بر روی خط هستید. شما خسته نمیشید، روز بخیر. قربان شما، روز شما هم بخیر عزیزم، بفرمایید. من چند تا سوال دارم، حالا یک راحت باشه عزیزم، دونه دونه میپرسیم میریم. آره،
سوال اول من اینی که آدم میخواد یکی از بستگانشون از ایران، یه دختر مثلا 14 ساله رو ادوپترا به فارسی چی میشه؟ به فرزند خواندگی بپذیره. بله. مثلا ما که اینجا هستیم اقامتونو داریم، میتونه یا شرایط خاصی داره؟ خب ما در مورد شرایط ایرانش صحبت میکنیم، شرایط سوئدو که قاعدتا باید در از مراجع سوئدی صحبت کنیم. از نظر دولت ایران ما از آقای کاکاوان سوال میکنیم که آقای کاکاوان، این دوست ما سال هاست در سوئد زندگی میکنن، شهروند سوئد هستن و حالا میخوان یک دختر خانومی رو از ایران به عنوان فرزند خواندگی بپذیرن، چیکار باید بکنن؟ فامیل هست این مثلا بعد دختر فامیلمونه. ببینید، بذارید من هم حالا سوال بکنم از شما. ببینید، در زمینه فرزندخواندگی اولین بحث اینه که آیا اون شخصی که میخواد فرزندخواندگی رو بگیره متأهل هست یا مجرد. به مرد مجرد فرزند میتونم من یه سوال شفافتر بکنم؟ بله بفرمایید. این به اصطلاح که در نظر داریم به فرزندخواندگی بگیریم، پدر و مادر داره، یعنی فامیلمونه، میشه گفت دختر خواهرمونه. خب 13 سالشه، پدر مادرم داره، زندگی و چیزم دارن، یعنی من واضح‌تر بگم که راحت‌تر واسه دم باشه جوابش. یعنی کسی نیست که توی پدر مادر نداشته باشه جایی گذاشتش بشن. شما خودتون سوال کردن شما متأهل هستین یا مجرد؟ من متأهل هستم. خب آره. آقای کاکاوندیشون متأهل هستم. بله بله. ببینید، در این زمینه قانون اسمش مشخصه، میگه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. نه اینکه سرپرست داره ولی حالا مثلا سرپرستش اصلا ثابت نشده که آدم بدیه، مثلا آزار و شکنجه هایی که خیلی از پدر مادرها هستن به علت بیماری های روانی که دارن به فرزندشون میدن در همه جای دنیا مرسومه، فقط مال ایران نیست، یا یک سری از مسائل هستش که معتاده یا شرایط مساعدی برای بزرگ کردن بچه نداره، اینا رو واگذارش میکنن به بهزیستی. ولی اینکه سرپرست داشته باشه و ثابت هم نشده باشه که اینا سرپرست بدی هستن، اصلا در بادیه امر این کیس نمیتونه مطرح بشه. ممنون، من گرفتم جوابتون. خواهش میکنم. من خلاصه میگم که وقت این مقدار چیز نشه. بعد من چند سوال دارم، چون چند تا دوست دارم به من اگه صبح بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید، امیدوارم که بتونم. سوال بعدی من اینه که از اینجا از سوئد یکی میخواد ازدواج کنه با یه دختر ایران تو ایران، سن ازدواج تو ایران چقدر باید بشه که دختر بتونه ازدواج کنه؟ برای دختر در حال حاضر 13 سال تمام قمری هستش. آها، مثلا یکی که 14 سالش باشه از اینجا بره میتونه باشه، یعنی ثبت تو اینا کنه تو ایران، از ایران مهم نیست. آها. ولی میدونین که بعدا ایشون رو به عنوان زن خودتون تو سوئد نمیتونین بیارین. آره مترجم، آره میخوام از ایران بر اینجا باید فکر کنم از 16 به بالا باید 18 سال هست اینجا و بعد از اون اگرم که متوجه بشن که شما رفتین و زن زیر سن قانونی گرفتید و چون شهروند سوئد هستین و من تا اونجایی که متوجه شدم از این قوانین جدیدی که هست و اگر که با ایشون مراسم زناشویی رو داشته باشید شما مجرم هستین، اون توجه داشته باشید. آره ولی فکر میکنم من خوندم اینجا تو سوئد از 16 هم میشه ولی باید یه شرایط خاصی داره که آره آره بله اونو میشه سوال که آره آره مرسی. این سال آخر من این که ما یه زمین تو ایران داشتیم که سالها دنبالش بودیم، به علتی که خارج از کشور بودیم، یکی دو بار دادگاه به نفع ما رای داده، یکی دو بار به نفع اون طرفمون که به اصطلاح ما چون دور از ایران بودیم رفتن دنبالش رو به شرایطی پرونده رو تغییر جهت دادن، حکم دیوان رو گرفتن، یعنی تجدید نظر رو بعد دیوان رو گرفتن، 4 سال هست که آخر حکم رو گرفتن. بعد ما یک دو سال واسطادیم دوباره یه وکیل گرفتیم که دوباره دنبال کار بره. این وکیل که گرفتیم وکیلی به اصطلاح بوده که شریک من بوده تو ایران، بعد خب وکیل شده دنبال کارش رفته. سال اول من اینکه این پرونده که آخر مراحل دیوان رفته به نفع طرف مقابل رای داده، بعد چند سال میشه دوباره مجددن یک پرونده که بسته نمیشه بعد چند سال دوباره مجددا میتونه آدم دنبالش بره بگه نه این حق منه از یک کانال دیگه با یه وکیل دیگه اقدام کنه؟ ببینید، به طور کل پیگیری کردن پرونده بستگی داره کیفری باشه یا حقوقی. اگر یک پرونده کیفری باشه، یعنی یک جرمی رو شما دارید به کسی نسبت میدید مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اون بستگی به این داره که چه میزان و مدت زمانی از وقوع جرم گذشته.
که مشمول مرور زمان بشه. ولی در امور حقوقی ما چیزی به اسم مرور زمان نداریم که اینکه شما بیایید مثلا حقتون رو حالا بعدن هم بخواید پیگیری کنید آیا دوچار مشکل میشه یا نه، نه اینکه اصلا نداشته باشیم، ولی در مورد اینکه یک حقی به طور کل از بین بره یا نه ما مرور زمان به اون شکل نداریم. مرور زمان های مدل های مختلف داریم، مثلا فرض کنه همین که یه حکمی صادر میشه شما ظرف 20 روز فرصت تجدید نظرخواهی داری، اگر اعتراضت نکنی مشمول مرور زمان شده، پس ما نمیتونیم بگیم اصلا نداریم، ولی این دل مرور زمان ها رو داریم. ولی اینکه مثلا یه دعوایی رو شما قرار بود مطرح بکنی ولی مطرح نکردی، دیگران حق دست بین رفته، نه شما میتونید. الان در کیس ایشون که دیوان عالی مثلا اومده و یک رأی رو داده، آیا ایشون به اون رأی دیوان عالی میتونه شکایت بکنه؟ دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی و آخرین مرجع قضاییه، بنابراین این دوست عزیزمون دیگه دادگاه بدوی رو طی کرده، بالاتر از اون دادگاه تجدید نظر هم طی کرده، بعدش حتی دیوان عالی کشور. اگر مدارک و مستنداتی در حال حاضر داریم که ثابت بشه این اسناد و مدارک قبلا وجود داشته، ببین دو تا نکته داره ها، قبلا وجود داشته و ثابت بشه که در اختیار شما نبوده اینا رو، یعنی مثلا میگفتی اگر من این مدارک رو داشتم حتما برنده میشدم، این میشه اعاده دادرسی. در اون صورت به رئیس کل دادگستری استان یا دفتر رئیس قوه قضاییه یا رئیس اجرای احکام، یکی از این سه تا مقام، شما میتونید مراجعه بکنید و تقاضای اعاده دادرسی بکنید. ولی اگر مدرک جدید نداشته باشین نه، دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد. بعد سوال آخر من اینی که باز همین ملک بس بعد چند سال این شریک من که تو ایران بوده این خودش وکیل شده و گفته که من دنبال کار میرم، ولی چون هیچ فعالیتی به صورت انجام نداده، من چجوری میتونم ایشونو عرض کنم و وکیل دیگه بگیرم با اینکه من نمیدونم کدوم شو بس فرمانده اصلا کاری کرده در از یکی دو سال گذشته نکرده؟ یعنی راه اول اینی که من، یعنی سخته که تمام شعبه ها رو تمام جا رو بگردی یه برگه بذاری که این من وکیل عرض کنم، میشه یه جای مرکزی هست که یه مثلا اینو میخوای عرض کنی یه جا بری، نه که جاهای مختلف؟ خب نه، ما یه همچین چیزی نداریم. ببینید اصلا من بذارید اینجا یه تقاضایی از همه بکنم، چون این اتفاقا سوال خوبی بود، خیلی ها این سوالا رو هم مطرح میکردن که ما چجوری میتونیم وکیلمون رو عرض کنیم، مثلا نمیدونیم پروندهمون کجاست. ببینید شما زمانی که وکالت میدید اولین نکته اینه که یه فوتوکپیشو برای خودتون نگه دارید، آخه جا رو که تنگ نمیکنه که بذارید تو این کشو، این یک. در وهله دوم شما میدونید که زمانی که میخواید وکالت نامه رو باطلش بکنید، وکیل رو عزل بکنید، به همون مرجعی که وکالت رو تنظیم کرده مراجعه میکنید و میگید آقا این شخص وکیل من بوده، بهش عزل رو اطلاع بده. یعنی حتی سفارت ایران؟ حتی سفارت ایران. الان سفارت ایران من زیاد دیدم مدارکی رو که برای فسخ اشخاص برای هم میفرستن، حتی اسمش هم دیگه یاد گرفتم، برای خودشون یه اسم درست کردن، وکالت برای فسخ وکالت. وکالت برای فسخ وکالت، یه هم چیزی رو تنظیم میکنن، میدن میگن آقا شما دیگه وکیل من نیستی، دیگه ولش کن. و مطلب آخر اینه که وقتی یه وکالتی رو ارجاع میدین به یه وکیل، چه مدنی چه دادگستری، بپرسین این وکالت کجا داره استفاده میشه، چون حالا ممکنه بعدها شما یه مقدار در خلال دادرسی اتفاقاتی افتاده باشه که مشکلی به وجود بیاد بین وکیل موکل، ولی اون روزای اول مشکل خاصی نیست، طرفین با همدیگه حالت صلح و دوستی دارید، یه اطلاعات اولیه رو به دست میدید و پرونده مثلا کجا مطرحه که حداقل خیلی دور هم نباشه. اینو از وکیل خودشون بپرسن، به اون کسی که وکالت دادن بپرسن آقا این وکیل مثلا این پرونده در کجا در حال انجام هست. احسن یه رونوشتی، یه مدرکی، چیزی برای ما بفرست، ببینیم پروندهمون تو جریان کدوم شعبه هست. بالاخره حق هر موکلی هست که از جریان پروندهش باخبر باشه. خب دوست عزیز، شما سوالی رو می‌خواستین بپرسین در مورد؟ آره آره، مسئله من که من ایران رفتم و این وکیل رو به اصطلاح پیدا کردم یا معرفی کردم اینا، و رفتم تو دفتر این وکیل، ما یه وکالتی به این وکیل دادیم. خب وکیل دادگستری بود؟ وکیل دادگستری. آره
رفتم تو دفترش، بسیار قرار گذاشتیم یه برگ سبز آبی بودیم که نوشتیم، گفت این وکالت من بده که امضا کردیم. حالا چون من یکی دو ساله یعنی پیداش نمی کنم، گزارش به من نمیده، نمیدونم اصلا کار کرده یا نکرده، چون بسیار قبلا برحال اینی که من الان این شرایطی ندارم که برم دوباره اینو پیداش کنم، برم تو دفترش دوباره این وکالت رو فصل کنم. به این خاطر من میگم آیا مثلا من نمیدونم خب ایشون به یه دفتری در ایران رجوع کردن، یه وکالتی رو دادن، حالا چطوری میتونن این وکالت فسخش کنن؟ بعد ببینید ایشون به یه وکیل دادگستری وکالت داده. وکیل دادگستری خیلی راحت میشه پیداش کرد. شما روی گوگل سرچ بکنین کانون وکلای دادگستری. کانون وکلای دادگستری یه منوهای بالاش یه قسمتی داره به اسم جستجوی وکیل. شما وقتی اونو که میزنی یه فرمی برای شما باز میشه که بر اساس مشخصاتی که وجود داره از اون وکیل و شما بلدی میتونید داخل اون باکس پر بکنید و کلید سرچ رو بزنید. حالا مثلا شماره پروانه رو اگر نمیدونید، ولی جنسیتش رو که دیگه یادتون نرفته زن بود یا مرد بود، اون انتخاب میتونید بکنید. اسمش من وکیل رو میدونم دفترش هم کجاست خب، ولی ایشون همکاری نمیکنه. یعنی من هر موقع میرم ایران میرم اینا مثلا منشورشون رو میگن نیستش، فردا میاد، فردا میگه پس فردا میاد، یکی دو هفته میدوام رو، یعنی همکاری با من نمی کنه. یعنی دفترشو میدونم، اسم و تلفنش همه رو دارم. من میخوام منظور یه مرجعی باشه که حالا آقای کاکاوان اگه این آقا الان مثلا از دفتر وکالت آقای ایکس بیان برن تو دفتر وکالت آقای ایگرگ بگن آقا من یه وکیلی داشتم، ایشون حالا همکاری میکنه، من میخوام این وکالت رو بدم به شما، میتونه این کارو بکنه؟ بله، هر شخصی میتونه در دادرسی تا دو تا وکیل داشته باشه. همون شو دارم. پس ایشون میتونه آره. یه وکیل دیگه بگیرن. وکیل دیگه میتونم بگیرم. من میخوام این وکیل الانم عزل بشه. اصلا دنبال کار دیگه نره. من این مسئله رو دارم. وکیل دیگه بگیرم مشکلی نیست. شما یه کاری بکنید. ببینید یعنی یه زمانی هستش. این وکیل دنبال کار نره تو دادگاه که اگه بره بگه آقا شما عزلید، شما نمیخواد دنبال پرونده بدید. خب بهترین راهش اینه که ببین یه وکیل بالاخره دفتر وکالت داره، خب حالا یه تایم یا همکاری نمیکنه یا اصلا خارج از کشور رفته. الان مثلا من یه سه هفته نبودم دیگه، ممکن بود خیلی از موکلا اومده باشن تو دفتر من و ببینن خب باقای کاکوان نیست، ولی فرار که نکردیم که. ولی بهترین روشش اینه، بالاخره وکیل دفتر داره، منشی داره و پرونده هاش آرشیو داره. شما به منشیش مراجعه بکنید، بگید آقا جون من یه فوتوکپی از پروندم میخوام. از الان تو دفتر ما خیلی مرسومه، موکل میاد میگه آقا یه کپی از کل پروندم میخوام. یعنی اون منشی وظیفه داره که این پرونده رو بده به ایشون، این کپی رو دیگه نمیتونه بگه نه پس آقای وکیل خودشون باید باشن. اون وقت اگر مثلا بگه خودش باشن و یکی دو روز مثلا ممکنه حالا امروز فرداش بکنیم، یا آقا جلوی چشم من شما تماس بگیر باهاش و بگو که من الان تو دفترت نشستم، من به حال خارج از کشور اومدم، اخلاقا درست نیست، این امکان برام فراهم نیست یه دائم بیام برم. بالاخره یه اس ام اس چیزی، حالا حکیم وکیل مرجعی هم برای شکایت کردن وجود داره؟ والا خود کانون وکلا بالاترین و قوی ترین مرجع وکلا. اوکی دادسرا داره. شما آقا کاکا این مسئله که شما میگی بریم دفتر پیش منشی حالا فردا یا پس فردا چیز میکنی، اینا در شرایطی هست که همه چی بر حسب حسن نیت تو اینا باشه که شما انتظار دارید دفتر شما و شما، ولی همه افراد اینجوری نیستن. من در دفترش روزها رفتم، یعنی همکاری نمیکنن. خب بریم به دفتر وکلا به کانون وکلا شکایت کنیم. خب دیگه مستقیم ببین کانون وکلا به حدی قدرت داره و چنبره داره روی وکلا که وقتی یه تماس که میگیره دیگه به حال چهار ستونه بدن آدم میلرزه دیگه که برای چی تماس گرفت. من شکایت کنم میدونی باز یه داستانی دیگه برم بیا. من میخوام این وکیل رو عزل کنم که تو دادگاه میره دنبال پرونده من نره یا پرونده. حالا لازم هم نیست شکایت کنی، میتونی تو دادسرا گزارش بکنی، خود مقامات دادسرا یه زنگ بزنن به وکیل که آقا موکلت یه ماهی دنبالته، مدارکو بهش بده، همون اونا سفارش بکنن بس دیگه، این وکیل دیگه میترسه. بودرشم یه بار دیگه بگید. ببین مراجعه میکنید به کانون وکلا و به دادسراش، میگید من نمیخوام کتبن شکایت بکنم ولی اخلاقا هم دیگه خسته شدم، لطفا یه تماس با این وکیل بگیرید، بگید من الان تو دفتر نشستم، تو دفتر کانون نشستم، کانون دادسرای کانون وکلا، من هرچی میرم تو دفترش نه به من جواب میدن نه میگن وکیل کجاست و اصلا خستم کردن دیگه. دقیقا خستم کردن دیگه.
از خود دادسرای تماس بگیرن، چون به هر حال نبض کار یک وکیل پروانشه، پروانه امام دست دادسراست دیگه. تخلف ببینه گزارش کنه باطل بکنه، نوندونی یک وکیل از بین رفته. بعد این اگه مثلا تو شهرستان باشه، مثلا این تو کرج، کرج جزء تهران میشه، دادسرای تهران. بله بله. بعد تو همین مورد این وکیل نمیدونم من از وکلای کانون هست یا وکلای که از طریق شورای قضایی چه داد این 187 سلام بهش میگه. آره 187 از اون هست. اگه از اون وکیلا باشه بازم میشه همین کاری کرد یا نه؟ اونم میشه، اونم دادسرا داره. یعنی یک کانال اونم دادسرا داره، خودش به اسم چیز دیگه، کانون مشاوران حقوقی رسمی دادگستری. الان آقا کاکاوان شماره شون 9979. من رفتم پیدا کردم. کجا میدونی؟ رفتم چه سایت قشنگی هم داره اتفاقا، به نام ایکبار، یعنی icbar.ir. آره منو دیدین اونجا؟ بله دیدین، شما هم در اونجا قرار از زنده من در خدمت شما اینجا. خوشگل هستم یا نه اونجا؟ بله دیگه. خواهش می‌کنم موفق و پیروز بشین. من یه آخرین چیز، من می‌خواد آقای کاکاوان تو استکهلم هستن؟ نه خیر، ایشون در ایران هستن، ما از طریق اسکایپ با ایشون صحبت می‌کنیم. آها برنامه ندارن که بیان اینجا یا؟ اومدن و رفتن، اومدن مرخصی و برگشتن. بله. حالا آبرو ما هم ببرن بگی حالا آقای کاکاوان میگه شما اطلاع رسانی کامل نکردید. چرا من خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از شما، پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 23.98 با عرض پوزش به خاطر اینکه زیاد منتظر شدیم. بفهمید، خواهش می‌کنم. سلام عرض کردم آقای نوید. خواهش می‌کنم بفهمید، خواهش می‌کنم. مهمان گرامیتون آقای کاکاوان. بله آقای کاکاوان، بله بفهمید. هستم، امیدوارم حالشون خوب باشه و خسته نباشید. خدمت شما عرض کنم که من از حضور آقای کاکاوان یه سوالی داشتم در مورد ایشون. فامیلشون کاکاوان هستند. کاکاوان نیستن، کاکاوان. بله بله بفهمید. آقای کاکاوان. من منزلی در ایران دارم، یه آپارتمانیه. البته این آپارتمان به نام خودم نیست، ولیکن در از یکی از نزدیکان من به اسم ایشونه. بعد من اینجا فرزندی دارم 16 سالشه، توجه فرمودین؟ بله. 16 سالشه. بعد میخواستم که این آپارتمان رو قبل از اتفاق برای خودم بیافته میخواستم به نام پسرم بکنم. میخواستم ببینم این امکانش هست، یعنی چرا نیستش؟ به چه صورت میشه اینو انجام داد؟ چون من خودم نمیتونم ایران برم. بله. خدمتتون عرض شد که شما میتونید یه وکیل بگیرید و مدارک رو در اختیارش بذارید. این وکیل انتقال بده اون ملکی رو که شما متعلق به خودتون هست بکنه به نام پسر شما. تا زمانی که شما در قید حیات هستید هر گونه دخل تصرفی رو میتونید در اموالتون داشته باشید، به نام پسرتون بکنید یا به نام همسر بکنید یا اصلا وقف یک خیریه بکنید. بنابراین ولی بعضی ها هستن وکیل مدنی باید باشن یا وکیل حقوقی؟ فرق نمی کنه، فرق نمی چه وکیل مدنی باشه چه نیاز به وکیل دادگستری نداره. ولی حالا وکیل دادگستری به هر حال آشنا چون به قوانین هست اعتماد بیشتری میشه کرد، ولی وکیل مدنی هم میتونه انجام بشه. مثلا یک کسی که شما تو ایران داشته باشید میتونید بشین وکالت بدید. اما بحث بر سر اینه که شما در قید حیات هستید باید این کارو بکنید. ولی خیلی ها هستن که میگن بعد از فوتم این ملک یا این مال متعلق به فلانی باشه، اون دیگه میشه وصیت. وصیت فقط تا یک سومش نافذه، ولو اینکه شما همش رو هم وصیت بکنی، شما یه ملک داری شش دونگش رو وصیت میکنی، اما فقط تا سه دونگ قضیه، تا یک سومش، یعنی دو دونگشه. بقیه ورثه اگر اجازه بدن نسبت به اون چهار دونگ هم تایید میشه، اگر اجازه ندن اون چهار دونگش باطله. ولی شما در قید حیات هستید، مثلا انتقال هم بدید بره دیگه اصلا بحثی وجود نداره. من خیال و این نظر دارم که میخوام شیشتونگش به نام این فرزند پسرم بشه، یعنی الان که ایشون سن 16 سال داره من میتونم این کار انجام بدم؟ بله بله، شما میتونید این کار انجام بدین و خدمتون عرض شود که این مال رو به نامشون بکنید. منتهای مراتب ایشون با توجه به این که هنوز به سن رشد نرسیده
نمیتونه به عنوان انتقال گیرنده اون ستون رو امضا بزنه، چون ما حقوقیش میشه معامل و متعامل، یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده. انتقال دهنده شما هستید، انتقال گیرنده ایشونه، ولی چون به سن رشد و 18 سال تمام نرسیده نمیتونه انتقال بگیره، ولی شما میتونید از طرف ایشون ستون انتقال گیرنده رو هم امضا بکنید، چون شما ولی قهری ایشون هستید. دهید. ولایت رو که دیگه شنیدید دیگه، ولی بله. قهری. بله. بسیار عالی. پس قربان، کاری مشکلی نداره دیگه؟ بله، نزد یک وکیل ایرانی یا سوئدی یا اینجا؟ نه دیگه، یه وکیل برای خودتون انتخاب میکنید، مثلا فرزند، مثلا برادرتون، فرق نمیکنه، یه وکیل یا یک وکیل دادگستری در ایران رو انتخاب میکنید دیگه. درسته، دقیقا. بله. خواهیش میکنم، با موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. خواهیش میکنم، برای خط هستید شما. الو، سلام. خواهیش میکنم قربان، درود بر شما، بفرمایید. خواهیش میکنم، من یه سوال داشتم. بله بفرمایید. از این آقای کاکاوند که متخصص مسائل بانکی هم هستن، جدیدن اگه میخواد یادم حساب باز کنه داخل بانک، من درخواست کردم برای اخریم، گفتن استعلام باید بکنیم. این دیگه چه برنامه‌ای هست و چرا استعلام، برای چی؟ خب اگر اجازه بدید من توضیح، سوالتون همینه؟ بله بله. از رادیو گوش میکنین یا از میخواین؟ از رادیو گوش میکنین. سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب بفهمید، این در جهت حمایت از اشخاص در جامعه است. ببینید، انقدر مسئله چک بلا محل و برگشتی در ایران بیداد میکنه که خیلی از اشخاص سوء استفاده میکردن، آدمای متعهدی نبودن، از این بانک دست چک گرفته سر 10 نفر 20 نفر رو کلا میذاره، بعد از یه بانک دیگه هم یه دست چک دیگه میگیره سر 20 نفر دیگه هم کلا میذاره، ولی دیگه این جلوی سوء استفاده گرفت، یعنی یه اقدام خیلی بجا و زیرکانه و عالی بود که قانونگذار کرده. شمایی که چکت برگشت خورده، بلافاصله تو سیستم مرکزی، تو بانک مرکزی استعلامش ثبت میشه، میگن آقا یا خانم فلانی داره یه برگه دست چک هست، و تا 3 سال دیگه به ایشون دست چک نمیدن، میگن شما آدم متعهدی نیستی. اگر متعهدی چکت برگشت، خیلی عالیه این. دقیقا یک جهت، یه اقدام حمایتی بود دیگه. بعد این استعلامو چجوری میگیرن؟ مثلا یه نفر خود استعلام، یه فرمی رو دارن، اون فرم رو مشخصات شما رو پر میکنن، کارت ملی شما رو اسکن میکنن و میفرستن واسه کانون، میگن واسه کانون وکلا، واسه بانک مرکزی. بانک مرکزی هم ظرف نهایتاً 1 هفته توی سیستمش به صورت کامپیوتری سرچ میکنه، از هر شعبه‌ای در کل کشور، در هر بانکی یا مؤسسات مالی اعتباری شما دست چکی گرفته باشه و برگشت خورده باشه، بلافاصله تو سیستم ثبت میشه. این اطلاعات از کجا تغذیه میشه؟ اون موقع که یه چک برگشت میخوره، شعبه مکلفه که 1 نسخهشو برای سوابق بفرسته کانون، بفرسته بانک مرکزی. بسیار عالی. 2398 بفهمید، با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. الو، سلام علیکم. قربان شما عزیزم، کاکاوند عزیز، مرسی، شبتون بخیر. من یه سوال داشتم. من در مورد انحصار وراثت، یه خونه پدری هست، تنها کسی که میتونه بره ایران من هستم، 3 تا دیگه از خواهر برادرای من نمیتونن ایران برن، یکشون امریکا هست که اونجا سفارت نداره، یکشون جایی متفاوت هستن. خواستم ببینم چه طریق اونا میتونن به من وکالت بدن که من دنبال کار این مثلا مراحل انحصار وراثت و فروش خونی که هست اونجا، یعنی به نام من بشه، من برم دنبالشون. خواستم شما یک قسمت کار رو میتونید انجام بدید، ولی یک قسمت دیگر رو نمیتونید. اون قسمت دریافت انحصار وراثت هست. شما میتونید به خواهر برادرتون بگید که در هر جای کشور، در هر جای دنیا که هستن، به سفارت ایران در اون کشور مراجعه بکنن. نمیتونن مراجعه. خب اگر به سفارت نمیتونن مراجعه بکنن، شما هم چون وکیل دادگستری نیستید، در حقیقت نمیتونید وکالت بگیرید. باید حتما یه وکیل رسمی دادگستری باشه که حضوراً و شخصاً بره اونها رو ببینه و ازشون وکالت بگیره. اتفاقاً این وکالت تو امریکا ما سفارت نداری، ولی سفارت
دفاتر حفاظت منافع تا واشنگتن هست؟ نمیتونم برم، نمیتونم، چون نمیتونم برم، برای سالیان سال اونجا هستن و بعد دیگه. ولی شناسنامه ایرانی اینا دارم، ولی حالا چون این مسئله اتفاق افتاده و پدر رو از دست دادیم، خب برای این مقدار مشکل ایجاد شده اینجا که خواستم بینم به چه طریق اونا. ولی خب یه راه دیگه هم داره، شما باید یه وکیل دادگستری ایران رو پیدا بکنید که دم دستتون باشه و بعد بریم به ایشون بگین که مثلا کمکتون. درست آقای کاکمن میشه؟ بله، البته یه چیزی هم به شما بگم، یک نفرتونم که وکالت بده کفایت میکنه، به خاطر اینکه پرونده قرار نیست دست جمعی همه وکالت بدن، یکی هم وکالت بده کار انجام میشه. یعنی چی؟ چه صورت؟ یعنی من مثلا یکی از داداشام میتونی کارو بکنه. احسنت. سفارت چیز ایران در اون کشوری که هست برای من بفرسته و من برم، من قرار برم ایران، برم درست. اونجا بعد ما بعد دو نفر کمه. نه اصلا به کم و زیادش کاری نداشته باشم، این یه لوکوموتیوی که داره حرکت میکنه، چه همه صندلیاش پر باشه چه خالی. بنابراین شما اگر وکالت مثلا از یکی از برادراتون بگیرید با خودتون جمع میشین، دو نفر دیگه بقیه هم ندادن مهم نیست، شما میتونید برید. فقط البته یک مرحله رو انجام بدید، اونم دریافت انحصار وراثت، ولی بقیه مسائلش از اون وکالت نمیتونید استفاده کنید، چون دیگه توی مراجع قضایی که میخواید برید باید حتما وکیل رسمی دادگستری باشید. بنابراین اون وکالت رو باید با حق توکیل بگیرین که بتونین وکالت رو انتقال بدین به یه وکیل دادگستری، اون وکیل دادگستری بتونه بره کارهای حقوقی و قضاییش رو انجام بده. من خواستم همین خیلی ساده از شما سوال کنم. من خودم میتونم، فکر کنید من ایران نمیتونم برم، من اینجا میخوام وکالت بدم، سفارتم نمیخوام برم، چه کار میتونم بکنم؟ به کی میتونم مراجعه کنم؟ این حالت من مسئله مشکل اینه که ما مثلا سفارت نمیتونیم. خب شما که خودتون میتونین برین، شما گفتن یه نفر من میتونم. خب شما الان چی گفتن؟ یه نفر کافیه دیگه. خب من هم مراحل بعدش دارم میدم، اون اینجوری که ایشون گفتن باز احتیاج داره به نه ببین شما وکالتی که از برادرتون میگیرید وکالت محضریه، وکالت سرکنسولگریه، خب اونا که نمیتونن برن. ولی اگر فقط شخص شما میتونید ایران حضور داشته باشین، یک نفر هم کافی، اصلا خود شما فقط انحصار وراثتشو میتونید از طرف خودتون انجام بدین، ولی قسمت فروشش رو اون موقع باید یه وکالت بدین به وکیل دادگستری که مراحل قضاییشو انجام بده. بعد وقتی ملک فروخته شد، همه تون سهم و ارثتون تبدیل به ریال میشه، ریخته میشه به صندوق دادگستری. شما میتونید سهم خودتون رو برداشت بکنید، ولی بقیه باید حتما یه وکیل بگیرن که سهم برداشت بشه، سهم اونا گیر میمونه. آره، همه کارا رو میتونید انجام بدید تا لحظه ای که خورد بشه، تبدیل به ریال بشه، ریخته بشه به صندوق دادگستری. یعنی در نهایت ما احتیاج داریم به یک در آخر مسئله به خاطر سهم ما به یه وکالت احتیاج داریم. دقیقاً. خب آقای کاکوان عزیز، آقای کاکوان یه سوال، اگه الان مثلا فرضاً این دوست ما در آمریکا، یا آقای مثلا فرضاً آقای کاکاوند الان رفتن آمریکا، اومدن مسافرت، این آقای کاکاوند رو ببینید، بگه آقای کاکاوند، بگه بله، حالا آقای کاکاوند نه، یا آقای اکس، بگه آقای کاکاوند شما مثلا وکیل دادگستری ایران هستین، بله من میتونم به شما وکالت بدم که برین کارهای منو انجام بدین، این آقای وکیل میتونه کارو انجام بده؟ 100% میتونه انجام بده. اوکی، پس این پس دیگه حل شد، دیگه احتیاج نداره پیش سفارت آدم رو پیش یه وکیل معتبر ایرانی در اون کشوری که هست میتونه که آدم این کار رو انجام بده. توجه داشته باشه وکیل دادگستری ایران باید باشن که در اون کشور الان حضور فیزیکی داشته باشن. احسن، الان راه حلش اینه. خیلی ممنون، خواهش موفق و پیروز باشی. خدا 98-38-43 بفرمایید، با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستیم. الو، بفرمایید خانم، خواهش میکنم، بر روی خط هستید شما. سلام علیکم، من مالمزنی شدم. لطف میکنید که تماس بگیرید. اگر یه ملکی رو تو ایران بخوایم به اسم کسی دیگه بکنیم، آیا این زمان زیادی میبره؟ من از نظر زمان فقط میخواستم بپرسم. خب آقای کاکاوند، اگر یک ملکی رو ایشون در ایران بخوام به اسم یه نفر بکنن، آیا زمان زیادی میبره یا این کار سریع انجام میشه؟ معمولا بین ظرف 1 تا 2 ماه انجام میشه، مگر اینکه مشکلی داشته باشه. آها،
اگر همه چیش آماده باشه به قول معروف بریم اونجا بخوایم به اسم همدیگه بکنیم، باز این زمان خودشو داره، یک ماه تا دو ماه، و ما باید برای گرفتن اون باید اونجا باشیم یا میتونیم بریم به اسم دیگری بکنیم و برگردیم، مثلا به اسم همدیگه کنیم و برگردیم؟ نه نمیتونی، باید اون زمان باشه. ببین شما اولش که میری باید تقاضای انتقال رو بدی که اون وقت دفترخونه استعلام از دارایی شهرداری ثبت و بیمه رو به شما میده. این یکی تا دو ماه برای پاسخ این استعلام هاست. پاسخ استعلام ها که اومد، اون وقت تو دفترخونه حاضر میشید، شما برای اون رو امضا میکنید، اونم برای شما رو امضا میکنه. حالا اگر تو این زمان اولیه‌اش که به قول معروف منتظر همون استعلام هستیم، باید حتما دوتاییمون حضور داشته باشیم، یا اینکه اون ملک به نام همون شخص هست باشه کافیه؟ نه، همون یک نفر باشه کافی. معمولا اینا وظایف فروشنده است. خود فروشنده باید استعلام ها رو به استعلام هم بهش میگن مفاسا حساب. این مفاس حساب رو باید بگیره آماده بکنه، تو روزش که تعیین کردین مفاس حساب جواب استعلام اومد هیچ مشکل نداره، شما به عنوان خریدار حاضر میشید، اون ملک رو به نام شما انتقال میده، شما پول معامله رو بهشون میدید. ببخشید آقای کاکا، ولی از شروعش باید کجا برید مثلا که همچین کاری رو بکنه؟ اولش معمولا میرن توی دفترخونه اسناد رسمی. دفترخونه اسناد رسمی، بعد از اونجا کار تموم میشه یا مثلا باید نه دیگه تقاضای استعلام و اینا میکنی؟ آره. بفرمایید، ببخشید معذرت میخوام. خواهش میکنم. دفترخونه که مراجعه کردین 4 تا استعلام به شما میده. شهرداری، دارایی، ثبت و بیمه. شهرداری، و شما دارایی، ثبت و بیمه. احسن. این 4 تا رو باید ببرید تو اداراتی که به شما داده شده، استعلام ها رو ثبت بکنید، پاسخش رو بگیرید، اگر هزینه نقل و انتقالی هست بپردازید. بعد از اینکه تموم شد، همون اداره به شما یه گواهی میده که آقا انتقال از نظر این اداره بلا مانع است. بله. مجموع اینا رو جمع کردی، اینو بهش میگن مفاسا حساب. یعنی آقا تمام اون چیزا رو من تسویه کردم، حساب مساب رو با ادارات دولتی، الان میتونم بده انتقال بدم. بله متوجه شدم. بس سوال کلی من این بود که بس نیاز به دو نفر نیست، همون فروشنده فقط میتونه باشه این کار رو انجام بده تا زمان آخر که میخواد انتقال بده اون طرف دوم بیادش برای انتقال. دقیقا. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. قربان شما. خانم من میتونم یه چیزی خدمتتون بگم؟ من تجربه یه شنوندمونو فقط بگم. خواهش. اگر که اون فروشنده برگشت گفتش که خانم هفته دیگه بیا استعلام آماده است، بگو نه هر موقع تو دستت من میام. من چون یه دوستی 3 دفعه رفته بود برگشته بود من خودم. این حواستون باشه. بله قربان شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. خب 2398 بفهمید لطفا. بفهمید. سلام آقای نوید، خسته نباشید. سلام علیکم. ببخشید مزاحم شدم، من یه سوال از خدمتتون داشتم. اگر شخصی پدرش فوت کرده باشه میتونه بره سفارت اینجا اون سهم الارث خودش رو ببخشه به مادرش و قید کنه در نبود مادر اون سهم الارث من مثلا به یه شخص دیگه، نام یه شخص دیگه رو ببره؟ ببینید اونجوری پس بخشش نکرده، چون شما زمانی که مال رو انتقال میدین دیگه مالکیت از شما خارج میشه و به نفر بعدی میرسه، دیگه نمیتونید براش تعیین تکلیف کنید، مگر اینکه یه صلح‌نامه شما تنظیم بکنید بگید تا زمانی که مادرم در قید حیات هست عمر داره حق استفاده از اینجا رو داره، ولی فروشش نه، که مادر نتونه بفروشه ولی حق سکونت تو اونجا رو داشته باشه. بعد از فوت مادر دیگه صلح‌نامه اتوماتیکوار باطل میشه، اون وقت دوباره میتونید به نام یک نفر دیگه صلح بکنید. ببخشید شما فرمودید مادر نباشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه این خدا کنه که 300 سال باشن. نه 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 خب آها منظور تو نبودن فوت کردن بود. بله بله. خب پس اوکی اوکی کاکا من فهمیدم. نه اینو من میخواستم فقط بدونم چون که در مورد بخشیدن، پس میشه سفارت اینجا این کارو کرد؟ بله میتونید صلح‌نامه رو تنظیم کنید از طریق همون سفارت هم میشه. آها درست، خیلی ممنون آقای کاکا. خواهش میکنم خانم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. ده. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفهمید. خواهش میکنم بر روی خط هستید. سلام. خواهش میکنم بفهمید قربان. سلام خدمت شما آقا نوید و آقای کاکاوند. کاکاوند بله خواهش میکنم. سوالی داشتم جناب کاکاوند در مورد
رحم اجاره‌ای توی ایران درست. ظاهرن جدیدن باب شده که رحم اجاره میکنن. خواهد بله. میکنم قانونش در توی ایران چجوریه؟ مثلا اگر ما از سوئد اقدام کنیم آیا امکانش هست که ما بعد بتونیم نوزاد رو به راحتی از کشور خارج کنیم یا نه؟ ببینید وقتی که رحم رو میخواین اجاره بکنین، اول باید از پزشکی قانونی هم استعلام بشه. همینطوری نیستش که مثلا یک نفر بخواد یک رحمی رو اجاره بکنه، بعد مجوزش دریافت میشه، اون وقت اسپرم رو تحویل اون مادر میدن که در رحمش جاسازی میکنن، تخمک سازی میکنه و به اصطلاح حالا اون فرزند به دنیا میاد. ضمن اینکه یک رضایت هم باید از اون مادر گرفته بشه که با توجه به اینکه این فرزند متعلق به منه و در رحم شما به عنوان امانت هست، شما فقط اینو دارید پرورشش میدید تا از لحظه جنینی به دنیا بیاد، بعد از اون فرزند متعلق به منه و اجرت این کار شما مثلا آتومنه، اینقدر بهش میدید. ولی به محض اینکه متولد شد شما باید برای شناسنامه بگیرید، بعد وقت شما میشید پدرش، میشید ولیش، اون میشه فرزند شما. در اون صورت مثل بقیه بچه ها، بعد پدراشون چجوری براشون چیز میگیره؟ گذرنامه. بعد این مادر میتونه که بعد مثلا زیر چیز بزنه بگه من این احساسات مادری و اینا رو مثلا در این دوران بارداری مالا مثلا به وجود اومده و نمیخوام بچه رو بدم؟ نه دیگه، چون اون قرارداد تنظیم شده مشخصه که رابطه رابطه مالکانه نیست، رابطه استیجاریه. اوکی. بعد برای خارج کردنش از ایران هم که مشکلی ظاهرا پیش نمیاد دیگه. نه دیگه، وقتی بچه شما شد بقیه پدرها چجوری بچهشونو میارن؟ شما هم میشید یکیش. قربان شما، موفق و پیروز باشین عزیزم، خدا نگهدارتون. 2398 بفهمید خواهش من، برای خط هستید. با عرض سلام به وکیل محترم آقای کاکاوان. خواهش میکنم دیگه باشم. من یه سوالی در رادیو زمینی که وقف شده 10% وقف خاص و 90% وقف عامه. سوال من اینه که چند سال گذشته آیا این زمین میشه احیایش کرد، تبدیلش کرد به یه زمین معمولی که وراس بتونن بفروشنش یا ازش استفاده دیگه ببرن؟ از نظر سازمان اوقاف اجازه میدن یا از نظر ادارات دولتی؟ نه، این اجازه رو نمیدن، به خاطر اینکه اولا وقف در حقیقت تعریفش اینه که میگه عین مال قفل میشه و دیگه قابلیت در اومدن از وقف رو نداره برای اون زمانی که وقف شده، مگر اینکه زمان داشته باشه و مدتش منقضی شده باشه. اما یه استثنایی داره، اون هم اینه که قانونگذار میگه که اگر در حقیقت بین کسایی که وقف شده، یعنی کسایی که وقف به نفعشون انجام شده ها، بیمه این بره که انقدر دعوا بزرگ بشه، من حالا اصطلاح عربیشو میخوام ترجمه بکنم، و که احتمال کشتن و خونریزی و اینجور چیزا بره، در اون صورت وقت اجازه فروشش میره. اصطلاحا بهش میگن بیمه سفک دماء برود، یعنی احتمال نزاع و درگیری و خونریزی باشه، در اون صورت وقت دادستان اجازه میده که فروخته بشه، ولی در حالت عادی نه. بله. یه سوال دیگه خیلی کوتاه. در این وقتنامه اومده که از سود این ملک متولی برای دختران و پسران سود بده. سوال من اینه که آیا در وقتنامه همون قانون قرآن کریمه که میگه که دختر باید نصف داشته باشه پسر یک، یا نه متولی خودش شخصا میتونه تعیین بکنه یک به یک پخش بکنه از سود این ملک؟ نه دیگه، در اون وقف بهش چجوری اجازه داده شده، بر طبق همون میتونه، اگر نوعش مشخص نشده باشه این میتونه اجازه بده، اصلا ربطی به احکام قرآن نداره. اون در زمینه یه ارث هستش که میگن مرد به اصطلاح ارثش دو برابر زنه، ولی در تقسیم یک منافع اصلا زن و مرد با هم دیگه تفاوتی ندارن. یعنی خود متولی میتونه تصمیم بگیره که بین پسر و دختر درست مساوی پخش بکنه؟ دقیقاً.
و آیا سال دیگه اینه که آیا میتونه برای مثلا برای دختر بیشتر برای یه دختر بیشتر خرج بکنه تا برای به یه دختر بیشتر بده به یه پسر کمتر یا نه؟ اگر توجیه داشته باشه به هر حال توجیه نداره وقفنامه نوشته بین دختر پسر پخش بشه. خب معمولا حالا اون اشخاصی که زینف هستن میتونن شکایت کنن بگن آقا این عدالت رو احیا نمیکنه، درست انجام نمیده، به من انقدر داده به اون انقدر داده. یعنی در واقع اینجوری شما میگین آقا کاکاوان حتی ایشون میتونه 99% رو بده مثلا به دختر، 1% رو بده به پسر، یا 99% رو بده به پسر، 1% رو بده به دختر. بله، چون حدودش مشخص نشده این اختیار رو داره، اما مثل وکیل میمونه، باید رعایت حال اون اشخاصی که ذینفع هستن رو بکنه. بنابراین رابطه وقف، رابطه متولی با وقف، رابطه امین با اون کسی که امانتگذار هست، نباید از این امانت سوء استفاده بشه. مگر توجیه داشته بشه بگه آقا من اگه به این زیاد دادم، این چون سرطان خون داشت، بنابراین باید 20 آمپول می‌خریدم دونه 12 میلیون، این داشت میمرد، ولی تو میخواستی چیکار کنی؟ میگی مثلا من پول بدم برم ایتالیا لذت ببرم. اون یه توجیهی داره اگه ازش شکایت کنه، هیچ محکمه اینو محاکمه نمیکنه. ولی همینطوری رو نامردی بیا تقسیم بکنه، چرا محکمه بهش ایراد میگیره؟ بسیار متشکرم. خواهش میکنم با موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، جناب کاکاوند عزیز، یک دنیا باز هم از شما سپاسگزارم که این وقت رو میذارید، وقت گرانبها رو میذارید، به روی خط میایید و میتونیم که جوابگوی عزیزانمون باشیم. آرزو موفقیت برای شما دارم و من از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز. زنده باشید، من هم خوشحال شدم و شاد و سلامت و پیروز باشید. پیروز باشید. شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که آقای کاکاوند عزیز سایتی رو دارم به نام adalat9.com که در اون سایت بسیاری از قوانین ایرانو در اونجا به روز میکنن و شما میتونید جوابگوی سوالات شما شاید باشه. در سایت همسفر رادیو نقطه SE من در بخش برنامه‌ها روی عکس آقای کاکاوند که بزنید یک شماره تلفنی رو گذاشتم که میتونید با ایشون زمانی که وقت آزاد ایشون هست و نوشتن، من نوشتم هم وقت ایران رو نوشتم و هم وقت سوئد، یعنی از ساعت 11:30 به وقت سوئد تا 1:30 به وقت سوئد شما میتونید با ایشون در تماس باشید. من تقاضا میکنم از زمانهای دیگه برای این مسئله استفاده نکنید. و در آخرم بگم که آرشیو صحبت‌های ما با جناب کاکاوند عزیز رو در سایت همسفر رادیو نقطه اس ای بخش آرشیو صدا و تصویر میتونید که پیدا بکنید. از همگی شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز و آرزو میکنم که هر جای دنیا که هستید همیشه زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه و فردا هم بتونیم با تنی سالم و دستی پرتر در کنار شما باشیم. پیروز باشید عزیزان. اسفالیوتی بار فوردین اصنین بار همسفر رادیو فورنینگ نوید آزادی هیدو استوکول.